آقا بعضی‌ها میگن آشپزی کار خانوماست، بعضی هم میگن نه آقایون بهتر آشپزی میکنند. حالا ما کاری نداریم که کی بهتر آشپزی میکنه، ولی کار هر کی هست خداوکیلی. خداوکیلی دیگه کار آخوندا نیست. طرف با 8 متر پارچه دور کلش و 14 متر عبا دور خودش تسبیح به دست نشسته جلوی دوربین تلویزیون، ما منتظر بودیم که یه روزه‌ای، یه روایت مندرآوردی چیزی بخونه، اما یهو در کمال ناباوری همین مرغ رو آبم زیاد درش نریزید، نصف استکان بیشترم نه، توش بریزید زعفران و کمی زردچوبه و ادویه خیلی معمولی و نه زیاد تند، بسیار بسیار پایین مخلوط کنید، این رو با پیاز رنده شده قاطی کنید، روی مرغتون بدید، سر ظرف رو، سر تاوه رو بگذارید، زیرش رو بسیار بسیار کم کنید با حرارت 10% حرارت اجاق. یعنی ببین اگر 100% چقدر بلنده، شما 10%ش، یعنی به اقلش این رو برسون، از 1/10 قرار بده، و بعد به جای 5 دقیقه که میخواید آماده بشه بعد از آب پس کردن، شما 50 دقیقه، 45 دقیقه همین مرغ بعد میشه بخار پس، چقدر لذیذ میشه، زیبا میشه، بریون میشه، عین سرخ کرده میشه. بله، آخوند معدن، آخوند جوشکار، آخوند بیمارستان، اینا کم بود، حالا آخوند آشپز هم بهش اضافه شد. البته منظورم این نیست که آخوندا بلد نیستن آشپزی کنند، نه، آش هفت جوشی که خمینی و این آخوندا برای ملت ایران تیار کردن هنوز که هنوز رو دلمون مونده. آره، آخوندا تخصص آشپزیشون در حد همون سفره انقلابه. مثلا چند میلیارد تومان از جیب مردم بر میدارن، میرن یکی آش سپاهو هم میزنه، یکی پیازداغ حوزه علمیه رو تف میده، یکی بادمجون بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام رو کباب میکنه، یکی آش پشت پا واسه مدافعان حرم درست میکنه، یکی برای یمن دمکنی میبنده. خلاصه اینکه سفره انقلابه که با آشپزی آخوندا همیشه پرو پیمونه. خب از اون طرف سفره مردمه که هر روز خالی و خالی تر میشه.